برگزاری همایشی با عنوان اهل سنت و جماعت در چچن خشم عربستان سعودی را در پی داشت این همایش در حالی برگزار شد که بزرگان وهابی و سلفی به آن دعوت نشده بودند در بیانیه پایانی این همایش که با حضور بیش از دویست از علمای اهل تسنن برگزار شد سلفی ها و وهابی ها در شمار مسلمانان به حساب نیامدند شرکت کنندگان در این نشست این مسئله را نقطه تحولی مهم توصیف کردند آنها میگویند جدا دانستن وهابی ها سلفی ها و سایر گروه های تندرو از اسلام نقطه عطفی است برای تصحیح انحرافی بزرگ که افراطی ها در تلاش برای سرقت لقب مسلمان ایجاد کردند بیانیه پایانی این همایش خشم مبلغان وهابی در عربستان را تا جایی برانگیخته که حتی محمد سعیدی مدرس افراطی فقه و علوم در دانشگاه ام عربستان هدف از برگزاری آن را بازگرداندن تفکر مسلمانان به خراف پرستی خواند. همایش موسوم به اهل سنت و جماعت به دعوت رمضان قدیروف رئیس جمهور کشور چچن برگزار شده بود.